امروز میخوام بهت بگم قضیه این کارت شانس آلمان چیه. اپورتونیتی کارت یا همون شانس کارت. ویدیو امروز از دستم. همین اول ویدیو ولی لازمه یه نکته خیلی مهمو بهتون بگم. بچه‌ها نگاه کنین، این روش مهاجرتی جزو بسته انواع روش‌ها و حالا تغییر و ریفرم کلا سیستم مهاجرتی آلمانه که سال 2022 پیشنهاد شده، یعنی خیلی چیز اصلا جدیدی نیست. اواخر سال گذشته 2022 شروع کردن و وزیر کار اینو بردش به مجلس، حالا کاراشو انجام بدن، ولی همه کارا تو آلمان خیلی کارا اداری زمان بره، پس این روش خیلی هنوز مونده تا اجرایی بشه. من این مقدار تعجب کردم وقتی چند تا از بچه های یوتیوبر خوبمون اومدن این ویزا رو گفتن، پروموت کردن یه جوری که انگار هستش و همین الان داره ارائه میشه. یه سری از بچه ها من پیام دادن گفتن قضیه این چیه، وای جا موندیم، این چیه، الان بر کجا اقدام کنیم، تو سفارت چرا هیچی ازش نزدن. و من گفتم بیام ویدیو رو براتون درست کنم و بگم الان که دارم من این ویدیو رو براتون ضبط میکنم و ژانویه 2023 هست، این ویزا هنوز ارائه نمیشه. اگر میخواین خیلی کوتاه مدت جزء مثلا چند ماه آینده به آلمان مهاجرت کنین، خیلی روی این روش حساب نکنین، چون اصلا معلوم نیست تاش چی در بیاد. خوبه در موردش بدونین، تمام اخباری که در موردش هست، تمام دیتیلی که موثقه و در مورد این نو ویزا در اومده رو توی این ویدیو بهتون میگم تا بدونید که اگه الان مشغول زبان خوندنین و میخواین مثلا تا یک سال آینده مهاجرت بکنین، شاید تا اون موقع شامل حالتون بشه و از این روش استفاده کنین. ولی برای بچه‌هایی که دم اومدن هستن، مهاجرتتون رو متوقف نکنین که بخواین با این روش بیاین. همون روش‌های قبلی، اگه بلوکارد دارین میان، جاب آفر دارین میان، تحصیلی، هر روشی که استارت زده بودین ادامه بدین. این برای کسایی که تازه میخوان وارد پروسه مهاجرت بشن. علاوه بر همه این عدم قطعیتایی که روی این نو ویزا الان وجود داره و بهتون گفتم، با توجه به اینکه سفارت ایران هم همیشه توی ارائه دادن ویزای جدید یه مقدار کنتر از سفارت بقیه کشورها عمل میکنه، به عنوان مثال ما هنوز ویزای جستجوی آسپیلونگ تو ایران خیلی ندیدیم کسی بیاد، یعنی خود من تا الان ندیدم، ویزای آسپیلونگ هم با تأخیری راه افتاد، و با توجه به تمام اینا شاید اصلا ایران اولین کشوری هم نباشه، جزو اون اولین کشورها که این نوع کارت شانس رو میخوان ارائه بدن هم نباشه، یعنی پایلوت شاید اصلا این سری کشور دیگه باشه. با این حال تمام دیتیل شو در ادامه بهتون میگم. خب بریم سراغ این که اصلا ببینیم این کارت شانس چه چیزایی نیاز داره. بچه ها نها کنین، آلمان قبلا هم گفتم، دویچه وله هم خبرشو زد، منم روی اینستاگرام هم گفتم، خیلی همه آمارو سایت هایی که حالا سروی های مختلف در مورد آلمان میدن این خبر رو تا الان کار کردن و گفتن که آلمان به حداقل سالی 400 هزار نیروی کار متخصص نیاز داره. پس دلیل این که دارن ریفورم میکنن سیستم مهاجرتیشون رو اینه که بتونن افراد بیشتری رو جذب کشورشون بکنن. از طرف دیگه با توجه به اینکه سن توی آلمان داره خیلی میره بالا، دوست دارن علاوه بر اینکه نیروی متخصص میگیرن، نیروی متخصص جوون هم بگیرن که سالیان زیادی بتونه توی آلمان کار بکنه. مجموع این موارد باعث شده که 4 تا شرط برای این نوع ویزا و همین کارت شانس ارائه بشه. این کارت شانس عملاً یه جور استرخ و لیست انتخاب، مثل چیزی که ما توی ویزاهای کانادا و استرالیا میبینیم. پس یه سیستم امتیاز بندیه. پس یه کف امتیازی داره برای ورود به این لیست، ولی این به این معنی نیست که شما حتما این کارت رو میگیرین. افرادی که بیشترین امتیازات رو داشته باشن با توجه به سهمیه اون سال از کارت شانس میتونن این کارت رو بگیرن. شرط اولش اینه که مدرک دانشگاهی یا تخصصی داشته باشین که اون تخصص شما رو اثبات کنه. یعنی شما دارین میگین یه فرد متخصصین، دیگه گفتیم کارت شانس یه نوع ویزای کاری هست. پس شما باید اون تخصص و کارتون رو با یه مدرک دانشگاهی یا یه مدرک تخصصی دیگه، مدرک فنی حرفه‌ای یا مدرکی که توی آلمان معتبره، بتونین ثابتش کنین. شرط دوم اینه که در زمینه همون تخصصتون حداقل 3 سال سابقه کار داشته باشین و بتونین اون رو اثبات بکنین. حالا از طریق بیمه‌ای که دارین، از طریق نامه‌ای که از کارفرماتون گرفتین یا روش‌های دیگه. شرط سومش اینه که مدرک زبان داشته باشین، مدرک زبان آلمانی. حالا اینکه حداقل چقدر باید باشه رو هنوز هیچکی نمیدونه. بحثایی هستش که میگن مدرک B1 باید حداقل ورود به لیست باشه، ولی بازم مشخص نیست و ممکنه که سال به سال هم تغییر بکنه. یعنی امسال بگن اینقدر تعداد میخوایم کارت شانس بدیم و پارامترش ایناست، مثلا مدرک زبان امسال باید اینقدر باشه. پس ولی نیاز هست، حالا چقدرش رو نمیدونیم، شما روی B1 حساب کنیم. چیزی که من شنیدم تو اخبار دیگه این بوده که حداقلش B1. شرط چهارمش چی؟ شرط چهارمش شرط سنیه که شما حد اکثر میتونین 35 سال داشته باشین، مسن‌تر از اون نمیتونین باشین. گفتیم
نیروی کار آلمان میخواد، ولی میخواد هم نیروی کار متخصص باشه هم جوون باشه که سالیان زیادی ازش کار بکشه، ازش مالیات بگیره و خب این جمعیت بازنشسته‌ای که اینجا دارن رو بتونه با اون مالیات‌ها هندل بکنه. ولی نگران نباشین، اگه به عنوان مثال سن شما به 35 سال نمیخوره و رد میکنه، اگه شما زمان حالا سابقه کارتون به جای 3 سال 2 ساله یا مدرک زبانتون ندارین یا لولش پایین‌تره، طبق گفته وزیر کار اگه 3 تا از این 4 تا شرط رو داشته باشین قراره که شما رو به اون لیست راه بدن. ولی دوباره میگم این اصلا به این معنی نیست که شما حتی شانسی دارین برای دریافت این کارت. ممکنه اینقدر رقابت سخت بشه که خیلی نمره زبان بالا نیاز باشه و چیزای دیگه. باید ببینیم چی پیش میاد در مورد این ویزا. خب حالا بریم سراغ مزایا و معایب این نوع ویزا و بهت بگم که چیا هستش. از مزایا شروع کنیم. مزیت این کارت شانس چیه؟ بچه کارت شانسی روش جدیدیه برای مهاجرت به آلمان. تمام روش های قبلی سر جاشونه، جاب سیکر، جاب آفر، بلو کارت، آس بیلدونگ، تمام اون روش ها سر جاشه و اینم به اونها اضافه میشه. پس کلن اتفاق خوبیه دیگه، هرچی تعداد روش ها بیشتر بهتر. اصلا اگه 100 نفر هم بگیرن، اگه به تعداد خیلی محدودی هم بدن، باز انگار دارن 100 نفر بیشتر امسال مهاجر میگیرن، پس اتفاق خوبیه. مزیت دیگه این نوع ویزا چیه؟ اینه که برای خیلی از مشاغل و خیلی از بچه ها و رشته ها کاریابی آنلاین خیلی سخته. اینکه از ایران بخوان جاب آفر بگیرن، بهتره که بیان اینجا و اینجا شانسشون رو امتحان بکنن. خب این کارو براشون انجام میده. مزیت سوم عملا بخوام این نکته رو تکمیل بکنم اینه که افراد دیگه نیازی به جاب آفر ندارن برای اومدن به آلمان، میتونن بیان اینجا شانسشون رو بعد برای کار پیدا کردن امتحان بکنن. ولی یه نکته رو بهتون بگم بچه‌ها، اینجاش خیلی شبیه جاب سیکر نشود؟ از این نظر خیلی این ویزا شبیه به جاب سیکر میشه، ولی یه تفاوت‌های ریزی با هم دیگه دارن. اگه میخوای بدونی تفاوت‌های این کارت شانس با ویزای جاب سیکری که الان آردی وجود داره چیه، حتما ویدیو رو تا آخر ببین. مزیت چهارم این نوع ویزا اینه که باعث میشه ویدیوهای منو لایک کنی. البته شوخی کردم باهاتون، ولی قطعا خوشحال میشم اگه نظرتو تو کامنت ها بهم بگی که نظرتو در مورد این نوع ویزا چیه. تو میتونی روش حساب بکنی، تو برنامه‌ت میذاری که با این روش بیای، یا برای جذاب نیست ترجیح میدی همون متدایی که الان هست و پیش بری. حتما توی کامنت ها برم بگم. و حالا بریم سراغ معایب این ویزا. مسلما همونطور که گفتم تعداد این ویزا محدوده، پس باید آماده باشیم که یه لیست بلند بالایی هم برای این ویزا به زودی شروع بشه. توی ایران هم ما قبلا دیدیم برای ویزاهای مختلف صفحه خیلی طولانی هست. امیدواریم پس این نوع ویزا تعداد ظرفیت خوبی داشته باشه که خیلی صف طولانی نداشته باشه. اگه داشته باشه باز خیلی از بچه ها میمونن تو این صف، و با توجه به اینکه شرط سنی داره این نوع ویزا، خب هرچی بیشتر تو صف بمونن این امتیازشون میاد پایین تر. عیب دوم این ویزا اینه که شرط مدرک زبان آلمانی داره. خب عملا برای خیلی از مشاغل، مخصوصا مشاغل آیتی، نیاز به مدرک زبان آلمانی نیست. اصلا دانش زبان آلمانی نیاز نیست، همونطور که خود من هنوز آلمانی نمیدونم. مدرک انگلیسی یا دانش زبان انگلیسی به طور کلی کافیه، قبلا تو ویدیو مفصل گفتم در موردش. پس عملا شاید این تایپ ویزا برای خیلی از بچه‌های آیتی و برنامه نویس و کسایی که توی اون حوزه هستن خیلی جذاب نباشه، چون اون یه شرط رو ندارن، امتیازشون خیلی میاد پایین. و عملا میشه گفت اولین باره که یه قانون مهاجرتی میبینیم که توش خیلی به نفع بچه های برنامه نویس و آیتی نیست و یه جورایی به در اونا شاید خیلی نخوره این تایپ ویزا. و عیب بعدی این ویزا هم اینه که خب شرط سنی 35 سال شاید یه ذره سختگیرانه باشه. شاید خیلی از افراد حالا برای ویزای تحصیلی شرط سنی پایین خوب اوکیه، ولی نیروی متخصص معمولا تا تحصیلش رو انجام بده، زبانش رو یاد بگیره و یه چند سالی سابقه کار کسب بکنه، شاید سنش به همون 35 برسه. و اینکه حالا یه کسی که 25 سالشه به خاطر سن امتیاز بیشتری میگیره، خب این یه ذره کارو سخت بکنه برای بچه‌هایی که سن بالا دارن و میخوان اپلای بکنن. از طرفی شما اگه خیلی تو صف بمونین برای این نو ویزا، همونطور که گفتم ممکنه سنتون بگذره و دیگه واجد شرایط این نو ویزا نباشین. در مجموع همونطوری که گفتم این نو ویزا خیلی توش مهمه که شما امتیاز بالایی بگیرین، یعنی هر چی سن کمتری داشته باشین، مدرک دانشگاهی و تخصصی بیشتری داشته باشین و سابقه کار بیشتری داشته باشین و مدرک زبان بیشتری داشته باشین، امتیازتون میاد بالاتر و شانستون بالاتر است برای گرفتن این نوع ویزا. اما بریم سراغ بحث اختلاف و تفاوت این نوع ویزا با ویزاهای جاب سیکر یا حالا انواع ویزاهای دیگه. یکی از تفاوت‌های خیلی خیلی مهم این ویزا نسبت به ویزای جاب سیکر اینه که با ویزای جاب سیکر وقتی میایین توی حوزه
کاری خاصی که هستش حتما باید یک کاری پیدا بکنین و ویزاتون رو تبدیل بکنین. با کارت شانس قرار هستش که عملا ویزای جستجوی آسپیلدون و ویزای جستجوی کار مزیتاش جمع بشه توی این کارت شانس. یعنی شما میتونین با کارت شانس بیاین اینجا و حتی اگه دیدین نمیتونین وارد بازار کار بشین مستقیما و آسپیلدونی مرتبط اگه میتونین پیدا بکنین اونم قبوله، یعنی میتونین ویزاتون رو بعدن تبدیل بکنین به ویزای آسپیلدون و اونجوری توی آلمان بمونین. تفاوت‌های این کارت شانس و ویزاهای دیگه مواردیه که شاید برات جالب باشه، مخصوصا ویزای جاب سیکر که این خیلی بهش شباهت داره. دیگه این ویدیو رو طولانیش نمی‌کنم، توی ویدیو بعدی مفصل کارت شانس رو با جاب سیکر، جاب آفر و بلو کارت و انواع روش‌هایی که وجود داره برات مقایسه می‌کنم. اولین تفاوتش رو هم که بهت گفتم میتونی آسپیلدونگ هم توش پیدا کنی. ویدیو بعدی رو ببین که جزئیات بعدی شاید دست ندی. مخلصیم، فعلا.